بیژن مرتضوی زمان و مکان خاک سپاری همسرش ستاره سعیدی را اعلام کرد. دوستان عزیز، به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریشو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. بیژن مرتضوی ساعتی پیش با منتشر کردن یک ویدیوی دردناک خبر درگذشت همسرش ستاره سعیدی رو با بغض و گریه تایید کرد و در واقع اعلام کرد همسرش ستاره برای همیشه آسمانی شد و گفت همسرم ستاره آسمانی شد و رفت. ستاره رفت تو آسمون‌ها. همچنین او در پی پیام درگذشت همسرش این چنین نوشت: ستاره من جاش در آسمان است. بیژن مرتضوی در مورد مراسم تدفین و خاک سپاری همسرش این چنین نوشت: 11 شهریور 1402 مصادف با 2 سپتامبر در ساعت 13 در استانبول واقع در مسجد زنجرلیکویو، همچنین مراسم تدفین ستاره عزیزم در مزارستان کلیوس برگزار خواهد شد. همچنین بیژن مرتضوی در مورد مراسم یادبود ستاره سعیدی همسرش نوشت: امروز 10 شهریور مصادف با 1 سپتامبر در منطقه مسلک برج اسپاین تاور رأس ساعت 17 مراسمی برگزار خواهد شد و حضور شما بازماندگان تسلا بخش بازماندگان خواهد شد. همچنین ادمین پیج اینستاگرام بیژن مرتضوی با منتشر کردن یک استوری ساعتی پیش این چنین نوشت: رشته‌ای در گردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواهه اوست. ادمین پیج اینستاگرام استاد بیژن مرتضوی در مورد مراسم خاکسپاری ستاره سعیدی این چنین نوشت: مراسم خاکسپاری ستاره سعیدی مرتضوی همسر جناب استاد بیژن مرتضوی شنبه رأس ساعت 13 مورخ 11 شهریور از مزارستان زنجرلیکویو در استانبول به سمت مزارستان کلیوس انجام خواهد شد و وسیله ایاب و ذهاب شرکت کنندگان محترم فراهم است از طرف ادمین. همچنین بسیاری از هنرمندان به محض اینکه با خبر درگذشت ستاره سعیدی همسر بیژن مرتضوی مواجه شدند، پیام‌های تسلیت خودشون رو برای بیژن مرتضوی و خانواده سعیدی منتشر کردند. آقای معین به عنوان اولین خواننده محبوب پیشکسوت کشورمون بود که پیام تسلیت خودش رو برای آقای مرتضوی منتشر کرد و همچنین مازیار فلاحی عزیز و خانم شهره سولتی، آقای شهرام سولتی، خانم لیلا فروهر، خانم پوری بنایی و همچنین آقای ابی هم با منتشر کردن پیامی در واقع تسلیت خودشون رو به بیژن مرتضوی اعلام کردن و با ایشون ابراز همدردی کردن. این هنرمندان در واقع سعی کردن با پیام‌های تسلیتشون به خانواده آقای مرتضوی و همچنین خانواده سعیدی به نوعی ابراز همدردی بکنن با این خانواده هنرمند و محبوب و مردم دوست. ولی در بین این هنرمند تنها کسی که ازش هیچ خبری نشده، هیچ واکنشی به خبر درگذشت ستاره سعیدی به عنوان همسر آقای مرتضوی نداشت، اسطوره موسیقی کشورمون بانو گوگوش بود که در عین اسطوره بودن و به عنوان یک اسطوره خاص و پیشکسوت هیچ پیامی رو در واکنش به درگذشت ستاره سعیدی به عنوان همسر استاد بیژن مرتضوی که یکی از خواننده‌ها و نوازنده‌های محبوب و مردمی هستند منتشر نکردند بانو گوگوش. و عدم ابراز همدردی گوگوش با بیژن مرتضوی به عنوان یک اسطوره موسیقی برای بسیاری از مردم جای سوال داشت که چرا یک اسطوره به هیچ عنوان در مراسم‌ها و مناسبات در واقع این هنرمندان هیچ پیامی رو منتشر نمی‌کنه و به عنوان یک اسطوره چرا خاص بودن خودش رو ثابت نمی‌کنه. پیشتر خانم شهره سولتی هم به عنوان یکی از منتقدان خانم گوگوش اعلام کرده بود که گوگوش به عنوان یک اسطوره نیست، ایشون فقط یک خواننده خوبیه.
خوش به عنوان یک خواننده خاص سعی میکنه باشه، اما اینطور نیست. او در اخلاق واقعا صفر هستش. وقتی که به آمریکا اومد سعی کرد با همه هنرمندان قطع رابطه بکنه، حتی در مناسبات و در مراسم ها و در واقع در بسیاری از مجالس عزاداری هنرمندان هم شرکت نمی کنه و هیچ پیام تسلیتی برای خانواده های عزیزان هنرمند منتشر نمی کنه و خودش رو خواستر و سرتر از بقیه هنرمندان می دونه. اما از گوگوش و حواشی گوگوش که بگذاریم، می پردازیم به درخواست خاص و ویژه ستاره سعیدی و آخرین ویدیوی او از تخت بیمارستان از مردم، که این درخواست او از مردم به عنوان آخرین درخواست او قلب همه رو به درد آورد. بعد از مرگ ستاره سعیدی یک ویدیویی از خانم ستاره منتشر شد در حالی که ایشون روی تخت بیمارستان بودند و حال خوشی رو نداشتند و با یک لایو اینستاگرامی که قبل از عمل جراحی از خودشون منتشر کرده بودند و این لایو بعدها ضبط شده بود و در گوشی ایشون باقی مونده بود، لحظاتی بعد از مرگ ستاره این ویدیو از ایشون به عنوان آخرین ویدیو از ستاره سعیدی عزیز در تخت بیمارستان منتشر شد و دست به شایعه پراکنی بسیاری از کانال‌های زرد زد. ستاره در این ویدیو از مردم درخواست عاجزانه‌ای داشت و با پیام خود به عنوان آخرین پیام و درخواست خود از مردم ایران خواست که همسرش بیژن مرتضوی رو در کنسرت 16 شهریورش به جای او حمایت بکنند و ستاره سعیدی در این مورد گفت: من در کنسرت 16 شهریور حضور نخواهم داشت و از شما مردم عزیزم میخوام به جای من به بیژن جانم عشق بدید، انرژی بدید و ازش حمایت بکنید و در این کنسرت در کنارش باشید، چون من نخواهم بود و بیژن جانم به خاطر مشغله فراوانی که داره نمیتونه در سوشال مدیا حضور داشته باشه و میخوام شما به اندازه کافی در این کنسرت حضور داشته باشید و حسابی به جای من بهش عشق بدید و این درخواست من از شما برای بیژن جانم هست. و ستاره در مورد بیماریش هم گفت: من شب گذشته به همراه عشقم بیژن جان از آمریکا به استانبول اومدم و در نهایت اتفاقی افتاد و رگ سرم پاره شد و الان در بیمارستان هستم، در حالی که بغضی در گلو دارم و قلبم شکسته و حال خوشی ندارم. حتی از روز و حالم به خانوادم هم خبر ندادم، ولی از شما درخواست میکنم که به جای من باشید و در واقع به بیژن جانم عشق بدید و اونو تنها نذارید. لطفا به من تکست ندید، برام پیام نفرستید، چون به من اجازه نمیدن در بیمارستان گوشی همراه داشته باشم و نمیتونم پاسخ پیام های شما عزیزان رو بدم، ولی ازتون میخوام که از عشق من حمایت بکنید و در کنسرت هاش و در کنسرت 16 شهریورش ازش حمایت بکنید. همین پیام ستاره سعیدی و درخواست او به عنوان آخرین ویدیو و درخواست او دست به شایعه توسط یک کانال زرد خبری، توسط یک خبرنگار پرحاشیه به نام آقای ف زد، که در واقع البته الف ف زد، که این آقای پرحاشیه خبرنگار بسیاری از هنرمندان رو بیچاره کرده و در واقع زندگی هاشون رو از هم پاشونده و در واقع این خبر زرد او در مورد پیام ستاره سعیدی حتما به گوش بیژن مرتضوی خواهد رسید و در واقع قلب بیژن مرتضوی رو بیشتر به درد خواهد آورد، چرا که ایشون به عنوان یک کانال زرد خبری که از همین خبرهای زرد نون میخورن اعلام کردن که ستاره سعیدی حدود 5 روز پیش فوت کرده بوده و بیژن مرتضوی به خاطر منافع مالی خودش سعی کرد 5 روز دیرتر خبر درگذشت او رو اعلام بکنه و در واقع بعد از 10 روز اعلام کرد که ستاره بعد از 10 روز فوت کرد، در حالی که این آقای خبرنگار اعلام کرده و شایعه پراکنی کرده و گفته بیژن مرتضوی همسرش 5 روز پیش فوت کرده و بیژن سعی کرده
خبر درگذشت او رو پنهان بکنه و در نهایت با منتشر کردن ویدیویی از درخواست ستاره با عنوان آخرین درخواست ستاره از مردم برای حضور و حمایت بیژن مرتضوی در کنسرت اخیرش در 16 شهریور از بیژن حمایت بیشتری بشه و به گفته این آقای خبرنگار پرحاشیه گفته که در واقع آقای بیژن مرتضوی با این کارش سعی کرده بیشتر به فکر منافع مالیش باشه تا جان همسرش و از این طریق با منتشر کردن ویدیوی همسرش بعد از 5 از درگذشت او خواسته با احساسات مردم بازی بکنه تا هم به کنسرت‌هاش برسه هم سریع مراسم ختم و تدفین او رو در ترکیه برگزار بکنه و به کارها و منافع مالی خودش برسه که در واقع این یک دروغ و شایع پراکنی از طرف این خبرنگار پرحاشیه و کانال زرد اوست چرا که مازیار فلاحی دقایقی پیش با یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای مصاحبه‌ای داشت که اعلام کرد ستاره سرشار از عشق بود و عشق او به بیژن مرتضوی برای همه ثابت شده است. آقای مازیار فلاحی به عنوان یکی از خواننده‌های محبوب و مورد اعتماد مردم اعلام کرد من به عنوان یک خواننده واقعا عشق ستاره به بیژن رو دیدم و از او واقعا عشق و زندگی و عشق به خانواده رو یاد گرفتم. اون واقعا عاشق بیژن مرتضوی بود. وقتی که در بیمارستان بستری شد متوجه شدیم که ستاره چقدر سخت کار میکرد و چه مدیر مدبری بود و همه مسئولیت‌های کارهای بیژن مرتضوی و تیم او یه تنه بردوش ستاره عزیز بود و کار بسیار سخت و طاقت فرسایی داشت. مازیار فلاحی گفت ستاره عزیز با دقت و مدیریت برنامه‌های بیژن مرتضوی رو در واقع برنامه ریزی می‌کرد و مدیریت می‌کرد. در واقع کار چند نفر رو او به تنهایی انجام می‌داد و خود ستاره سعیدی باعث شد من بعد از مدت‌ها بتونم رو پای خودم وایستم و برگردم به عرصه خوانندگی و از او به عنوان یک کسی که واقعا یک عشق رو میتونست در قلب همه زنده نگه داره و ما آدم هایی که در اطراف ستاره بودیم و باهاش زندگی کردیم و ازش چیزهای بزرگی یاد گرفتیم فقط میتونیم متوجه بشیم که چه کسی رو از دست دادیم و او یک آدم بسیار بزرگ و با قلب پاکی بود که به هیچ عنوان هیچ ریایی در کارش نبود و همه ما عشق او رو به بیژن مرتضوی دیدیم و از او عشق رو آموختیم. اون به شدت آدم خوبی بود. این پیام مازیار فلاحی بود در مورد ستاره سعیدی در حالی که با خبرنگار شبکه ماهواره‌ای گفتگو می‌کرد و به یاد ستاره سعیدی و خاطرات او به شدت اشک می‌ریخت. دوستان عزیز لطفاً نظراتتون رو راجع به شایعه این خبرنگار پرحاشیه که راجع به مرگ ستاره سعیدی و بیژن مرتضوی شایع پراکنی کرده نظراتتون رو برامون بنویسید و لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانالمون رو سرچ بکنید و وارد کانالمون بشید ویدیوهای ما رو ببینید و لطفا منتظر ویدیوهای ما از مراسم خاکسپاری و تشییع پیکر پاک ستاره سعیدی از کانال حاشیه مدیا و نیوز تیوی باشید و لطفا در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال رو سرچ کنید و روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت بذارید و لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه‌های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، سوئیس، آلمان، دانمارک و شهرهای مختلفشون شیر کنید. تا یک ویدیوی دیگه شب و روز بر شما عزیزان خوش.